کشورهای غربی پیشنویس قطعنامه‌ای را تنظیم کردند برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران. گفتگوهای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران حالا به پایان رسیده. تلاش‌های کشورهای غربی متوجه شورای امنیت سازمان ملل شده که قرار است تحریم‌های بیشتری علیه ایران را بررسی کند. گزارش ببینیم از کسرا ناجی. شورای امنیت سازمان ملل تلاش های کشورهای غربی حالا بر روی این شورا متمرکز است تا دور تازه‌ای از تحریم ها را علیه ایران تصویب کند. چهارمین قطعنامه تحریمی در صورت عدم تمکین ایران به خواست شورا، خواست قطع فوری فعالیت های غنی‌سازی اورانیوم. پیشنویس این قطعنامه تحریمی برای بررسی مقدماتی تحویل کشورهای عضو شورا شده. مهم است که کلیت سیاست دوگانه گفتگو و فشار را حفظ کنیم. در زمینه گفتگو خب مدتی است بر روی آن کار کرده ایم و تا کنون به نتیجه‌ای که امیدوار بودیم نرسیدیم و البته به این کوشش هایمان ادامه خواهیم داد، ولی حالا همچنین نیاز هست که اعمال فشار هم آغاز شود. قطعنامه چهارم اما هنوز در میان اعضای دائم شورای امنیت با مخالفت چین و موضع مبهم روسیه روبروست. رئیس ادواری شورای امنیت نماینده گابون گفته است که اگرچه مسئله ایران در دستور کار ماه جاری شورای امنیت نیست، اما کشورهای عضو می توانند خارج از نوبت به مسئله ایران بپردازند. گزارش اخیر رئیس جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در آن گفته شده ایران همکاری لازم را نکرده و ممکن است سرگرم تسلیحاتی کردن برنامه هسته‌ای‌اش باشد، کار را برای ایران دشوار کرده. ایالات متحده دبیرخانه آژانس را زیر فشار فوق‌العاده قرار داده و در مسائل داخلی آژانس دخالت می‌کند. من نمی‌گویم که گزارش اخیر آقای آمانو نشانه‌ای از دخالت آمریکاست، اما این را بگویم که این گزارش اشتباه است و امیدوارم که او این اشتباه را جبران کند. اعضای شورای امنیت حالا مشغول بررسی پیشنویس قطعنامه جدید هستند که در نظر دارد تحریم ها را به بانک مرکزی ایران هم گسترش دهد، قدمی که میتواند روابط مالی خارجی ایران را جدا محدود کند، اگرچه هنوز معلوم نیست چین و روسیه از این قطعنامه حمایت کنند. کسری ناجی، بی بی سی.